بسم الله الرحمن الرحیم. بشریت به صورت فطری در این زمانه خودش رو محتاج و نیازمند منجی میبینه و اساساً اعتقاد به منجی در همه ادیان الهی بوده، اما میشه گفت یکی از اساسی ترین تفاوت‌های منجی شیعه یعنی وجود مقدس حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا با منجی‌هایی که در ادیان مختلف به اون معتقدند و مکاتب الهی این است که منجی اونها یک منجی مبهمه، خودشون قائل به این هستن که به هر حال روزی کسی خواهد آمد و عالم رو از ظلم نجات میده و عدالت رو در سرتاسر عالم برقرار میکنه. اما اگر از اونها سوال کنیم که خب ویژگی های منجی شما چیه؟ اوصافش چیه؟ چگونه خواهد آمد؟ چه کار خواهد کرد؟ الان کجا هست؟ آیا زنده هست؟ آیا نیست؟ به دنیا آمده؟ به دنیا نیامده؟ در برابر این سوالات جوابی ندارن بدن، اصطلاحاً منجیشون مبهمه. تنها مکتبی که ابعاد مختلف اون موعود حقیقی و اون منجی حقیقی رو در روایات و در زیارات معصوره در همه ابعاد راجبش بررسی شده، فقط و فقط و فقط موعود شیعه وجود مقدس امام زمان ارواحنا له الفداست. پس میخواید صلواتش هم بلندتر بفرستید. اللهم صل. از خطبه قدیر وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام در روز قدیر، خطبه قدیری که پیغمبر ما حدود 17 یا 18 ویژگی از اوصاف موعود رو در خطبه قدیر مطرح میکنه، از خطبه قدیر گرفته تا روایاتی که پیغمبر ما راجع به این منجی مطرح کردن فرمودن و امامان بعد از خاتم الانبیا به صورت مفصل. یکی دیگه از منابعی که ما در رابطه با معرفی منجی داریم ادعیه ماست. شما بهتر از من میدونید یکی از این ادعیه دعای افتتاحه. باز در خود ادعیه هم بعضی از ادعیه های ما صراحتن به نام امام زمان مطرح شده، دعای عهد، زیارت آل یاسین هست، در مفاتیح ببینید دعاهایی که در رابطه با امام زمان مطرح شده و ما میخوانیم. دعاهایی هم داریم که به حسب نامش مثل دعای افتتاح که علامه مجلسی رحمت الله علیه میفرماید که امام زمان ارواحنا له الفدا دعای افتتاح را تعلیم داد برای امت عصر غیبت. دعای افتتاح دعایی است که از امام زمان به ما رسیده. در ادعیه و در روایات مفصلا در رابطه با موعود، در رابطه با اوصاف عصر غیبت، در رابطه با عصر ظهور، در رابطه با اهداف قیام امام زمان، در رابطه با حکومت امام زمان، در رابطه با اینکه او چگونه حکومت میکنه، او چگونه قیام میکنه، از کجا قیام میکنه،
در کجا حکومت میکنه، حکومت او به چه شکلی خواهد بود، فرایند رسیدن از عصر غیبت به عصر ظهور چه خواهد بود، اوصاف مردم در عصر غیبت چیست، اوصاف مردم در عصر ظهور چیست، سختی هایی که در مقابل مردم عصر غیبت چیست. تمام این مطالبی که دارم عرض میکنم رو ما در منابع شیعی در رابطه با مسئله موعود و انتظار میتونیم بهش برسیم. پس موعود ما موعود مبهمی نیست، موعود ما موعود مبهمی نیست. این یه مطلب. مطلب دوم اینه برادرای بزرگوار، خواهرایی که شرف حضور دارن در گوشه و کنار این مسجد مقدس، مسئله ظهور، مسئله مهدویت، مسئله منجی، مسئله موعود برای مکتب شیعه و اساساً برای بشریت عنصر امیدآفرینیه. این نه اینکه ما نگاهمون به این بحث این باشه که آقا داریم شعاری به این مسئله نگاه میکنیم، نه، شما بیاید با تک تک انسانهایی که دارن در این عالم زندگی میکنن ازشون سوال کنید آقا شما به چی آینده امیدوارید. دقت کنید، در این دنیا شما به چی آینده امیدوارید؟ کجای دنیا شما مردمانی پیدا میکنید امیدشون به کسی است که به حسب ظاهر هنوز او رو ندیدن، یعنی رابطه حسی با او ندارن، رابطه شون با او یک رابطه وجودی است. اگرم رابطه حسی باشد که هست، یه رابطه ناخودآگاهه، خودآگاه نیست، چون امام زمان در بین ماست. خوش به حال اونایی که او رو میبینن، او رو میفهمن. به حسب ظاهر دوران غیبت اینه. در کل عالم کدوم مردمی شما پیدا میکنید به کسی معتقدن که او رو ندیدن اما با او ارتباط دارن، اعتقاد دارن که او صداشون رو میشنوه. بریم ببینیم، اعتقاد دارن که او قدرتی داره از همه قدرت‌ها بالاتر، هر کاری که بخواد انجام بده برای او کاری نداره، و اعتقاد دارن او قطعاً ظهور میکنه حالا چه ما زنده باشیم چه نباشیم، و قطعاً او عالم رو پر از عدل و داد میکنه در تمام مخلوقات و در تمام بشریت. کدام مردم به این انسان معتقدن؟ بعدم معتقدن به یمنهی روز قلبرا، صدقه سر او همه مردم عالم روزی میخورن. این یه حقیقتی است که شما فقط در مکتب شیعه میبینید، این یه حقیقتی است که شما فقط در نظام فکری شیعه این حقیقت رو میبینیم، جای دیگه نیست. لذا مردمان دیگری که اگر به امام زمان ما معتقد دارن، اونا نگاه به ما میکنند و به امام زمان اعتقاد دارن. وقتی این جمعیت رو میبینن در مسجد جمکران، وقتی این جمعیت رو میبینن در این بلوار پیامبر اعظم، وقتی این جمعیت رو میبینن در شهرها و روستاهای ما، تو محلهای ما، وقتی این ابراز ارادت مردم رو میبینن به امام زمانی که به حسب ظاهر اصلا اینا ندیدن این امام زمانو، اینا برای امام زمان ندیده این گونه ابراز ارادت میکنن. رابطه اصطلاحا میگن یه رابطه وجودیه، اگر او رو ببینن چه میکنن؟ اینم که میبینید غیر از مکتب ما در مکاتب دیگه انسانهایی هستن که نسبت به امام زمان ما ابراز ارادت میکنن، اون به خاطر اینکه ارادت های شما و ما رو دارن به امام زمان میبینن. ما نگاهمون به مسئله موعود از جهت این نگاهه. حالا نکته اینه،
امام زمان ما ارواحنا له الفدا، برادرای بزرگوار، ظهور خواهد کرد. این عبارت ها رو دقت کنید، امام زمان ما بر اساس اسلام ناب نرم افزار جامعه رو طراحی میکنه، بر اساس اسلام ناب، بر اساس اسلام ناب منظومه حکومتش رو شکل میده، چون یه حکومت جهانیه، او قراره برای همه بشریت ظهور کنه، نه فقط برای مردم ایران، او قراره برای همه بشریت ظهور کنه، نه فقط برای شیعیان، او قرار است بر اساس اسلام ناب هندسه حکومتش رو شکل بده، بر اساس اسلام ناب نظامات حکومتش رو تدوین کنه، به عبارت دیگه بر اساس اسلام ناب مدل سیاست، اقتصاد، فرهنگ و تعلیم و تربیتش رو به بشریت ارائه کنه. چرا؟ چون او میخواد حکومت کنه. یکی از ابعاد حکومت اقتصاده، یکی از ابعاد حکومت سیاسته، یکی از ابعاد حکومت فرهنگه. او قرار حکومت کنه، اونم یک حکومت جهانی در سرتاسر عالم. حالا سوال اینه، سیره حکومت امام زمان مثل سیره جدش وجود مقدس خاتم الانبیاست و وجود مقدس امیرالمؤمنین یعنی چی؟ یعنی این ظهور و این حکومت قرار در ظرف اختیار بشر اتفاق بیفته، یعنی بشر با قدرت اختیارش حکومت امام زمان رو بپذیره. ما این همه سال به انتظار موعودی ننشستیم که اگرم ظهور کنه به ضرب جبر حکومتش رو بر بشر القا کنه و حاکم کنه. نه، بشر با اختیار کامل حکومت جهانی امام زمان ارواحنا له الفدا رو میپذیره. اینا رو دقت کنید. حالا عرض میکنم اگر نگاه ما به منطق ظهور این باشه، چه حرفایی که امروز بعضی موقع تو بعضی از لایه‌های جامعه ما صداها شنیده میشه کنار میره. این منطق ظهوره، خیلی اجمالی دارم عرض میکنم. بشر در ظرف اختیارش امام زمان رو قبول میکنه، یعنی با اختیار مسیحی های عالم مسلمان میشن، ولی با اختیار، نه به زور. با اختیار یهودی ها مسلمان میشن، حقیقت های عالم رو میفهمن، پرده ها کنار میره، موانع دفع و رفع میشه. وقتی حقیقت های عالم رو فهمیدن، انسان های جویای حقیقت با هر دینی که باشن به امام زمان ما ایمان میارن، ولی با اختیار خودشون ایمان میارن، نه با تصرف، نه با جبر و شبیه به این. خب اگر قرار امام زمان ارواحنا له الفدا، که همین هم هست، اسلام ناب رو در سرتاسر عالم حاکم کنه و بر اساس اسلام ناب حکومت کنه و بشر با اختیار خودش امام زمان رو بپذیره و قبول کنه، آقایون یه دقتی اینجا میخواد خواهر و برادر. حالا سوال اینه، آیا میشه زمان ظهور امام زمان ارواحنا له الفدا این اسلام یک دین کنج عزلت نشین بی هدف بی انگیزه باشه؟ یا نه، زمانی که حضرت ظهور میکنه اسلام باید سر دست گرفته شده باشه، بشریت این اسلام رو به اندازه ظرفیتشون چشیده باشن، که وقتی امام زمان ما میفرماد الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه و عطشانا، بشریت بگن ما این حسین رو میشناسیم، این حسین مظهر عزته، این حسین مظهر آقاییه، این حسین هویت این جامعه شیعیست. کدومشه؟ نمیشه اسلام یه دین در حاشیه رفته بی سر صدا که هیچ
تازه هر کی هم میرسه خدمت شما عرض کنم یه لگدی به این دین اسلام بزنه، نه، او باید در اوج قدرت باشه، او باید صداشو به همه عالم رسونده باشه که وقتی امام زمان ما دم از اسلام میزنه بشریت بتونن ارتباط بگیرن. اسلام باید در یه نقطه‌ای قرار گرفته باشه که بشریت تا قبل از ظهور فرصت مقایسه داشته باشه. آجا مقایسه یعنی چی؟ یه مثال خیلی ساده عرض میکنم. تو همون اوایل شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی رحمت الله علیه، این مرد الهی، این مرد بزرگ، در یه کشوری مصاحبه گرفته بودن، عکس چند جنرال رو آورده بودن، یکی از این، حالا به تعبیر اونا ما میگیم سردار، اونا میگن جنرال، یکی از اون جنرال ها عکس سردار ما بود، به مردم میگفت کدوم رو میشناسی؟ دست میشناسی رو عکس حاج قاسم، چی ازش میدونی؟ میگفت او مرد بزرگی بود. چرا؟ به خاطر مردمش جانش رو فدا کرد، به مردمی کمک کرد که مردم خودش نبودن. بشر باید قبل از ظهور حضرت در مقام مقایسه قرار بگیره. آقا این اسلامی که این شیعیان میگن با اسلامی که داعش میگن فرقش چیه؟ به نظر شما چرا دشمن میاد در دوران عصر غیبت و در این برهه تاریخ بشر تمام هزینه هاش رو و قدرتشون رو جمع میکنن، موجوداتی رو تربیت میکنن به نام داعش که با شعار الله اکبر و لا اله الا الله به صغیر و کبیر رحم نمیکنن، سر میبرن، انسانها رو قتل عام میکنن. اونا چرا دنبال این هستن که یه تصویر مخدوش وحشیگری از اسلام در ذهن مردم جهان نقش ببنده؟ چون اونها منطق ظهور رو میدونن چیه، دشمن منطق ظهور رو فهم میکنه، اونا میدونن اگر بشریت چشمشون به اسلام حقیقی باز بشه شاید مسیحی باشه، ولی میگه موعود اینا به درد ما میخوره، موعود ما رو صدا میکنه در حالی که مسیحیه. اگر چشم بشر به اسلام حقیقی باز بشه میگه این امام زمانی که اینها قائلن، این گونه برای او عشق میریزن، این گونه با او ارتباط میگیرن، این امام زمان میتونه زندگی های ما رو درست کنه، لذا فریاد میکنن اون امام زمان رو. برای همین میگن در زمان ظهور امام زمان قاطبه بشر همجهتن، درست مسلمانی ولی با شما همجهت میشه، میگه این امام زمان اینا به کار میاد، به درد میخوره. لذا منطق ظهور به ما میگه که ما نمیتونیم دوران ظهور رو تجربه کنیم با یک اسلام توسری خور، ما نمیتونیم به زمان ظهور برسیم با یک اسلام ضعیف منفعل، ما نیاز به یک اسلام قدرتمند داریم. اینا دقت کنیم. خب اگر ما منطق ظهورمون بشه این، چه حرفایی از کنار این کنار میره؟ یه سری رویکردها به مسئله ظهور از گذشته بوده. چرا؟ دشمن وقتی میخواد حقیقتهای هویت ساز و هویت بخش یک مکتبی مثل مکتب شیعه رو از دسترس این مردم خارج کنه، اولین کاری که میکنه میاد اون حقیقت رو حذف میکنه. حدود 17 بار حرم امام حسین من و شما رو خراب کردن. چرا؟ به این نگاه که تا 300 سال آینده به زعم خودشون دیگه اصلا اسم امام حسینی باقی نمونه، چه برسه به حرمش. موفق نشدن. یعنی اولین حربه دستگاه کفر، ابلیس، شیاطین جنی و انسی برای از بین بردن این حقیقت‌های هویت ساز حذفه. خب حذف نمیتونن بکنن، چیکار میکنن؟ یا تحریف میکنن یا کمرنگ میکنن. مسئله ظهور هم همینه. اونا نمیتونن مسئله ظهور رو در جامعه ما حذف کنن، اونا نمیتونن بیان به ما بگن امام زمانی وجود ندارد،
امام زمانی نیست، ظهور دروغه، ظهور محقق نمیشه. اونا نمیتونن در برابر این امر فطری قد علم بکنن، پس چه کارش میکنن؟ تحریف میکنن. بزرگترین تحریف مسئله ظهور هم اینه که به دهان ما قرار بدن، بندازن این حرفو که ایشالله آقا خودش میاد. این بزرگترین انحرافه. ایشالله آقا خودش میاد. کیا قائلن که ایشالله آقا خودش میاد؟ بدونیم کیا پشت این نگاهن. یه دسته اون افرادی هن که قائلن آقا به ما چه؟ دنیا هر چی میخواد باشه باشه، ما میشینیم یه گوشهی برا خودمون، امام زمان اونو صدا میکنیم، تسبیب اونو به دست میگیریم، نمازمونو میخونیم، هر کی میخواد هر چی فکر کنه فکر کنه، ما دعا کنیم آقا ایشالله میاد. این یه نگاه. یه نگاه اینه که نه، باید عالم رو فساد بگیره، باید عالم رو ظلم بگیره، باید بشریت غرق بشن در این فساد، غرق بشن در این ظلم، در این تباهی تا امام زمان ظهور کنه. اینم یه نگاهه. یه نگاه دیگه اینه که در کنار این که بشر باید غرق در ظلم و فساد و تباهی بشه، که هیچ، ما هم باید کمک کنیم به این ظلم و تباهی. یعنی ما هم به اندازه خودمون باید در جامعه ایجاد فساد کنیم، ما هم به اندازه خودمون باید در جامعه ایجاد ظلم کنیم. چرا؟ هر چی ظلم در بشر بیشتر، فساد بیشتر، ظهور امام زمان نزدیکتر. اینا نگاه های انحرافیه. من اصبح لا یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. صبح از خواب بلند شه نسبت به جامعه دینیش بی تفاوت باشه، اصلا این آدم مسلمان نیست. اون داستانی که میگن خدا آمد اون قوم رو عذاب کنه، ندا آمد که عذابشو کنین، اون مأمورین ملائک عذاب عرض کردن پروردگارا در بین این مردم، به قول حال من اینجوری عرض میکنم، چند تا آدم حسابی هم هست، ندا آمد اونم عذاب بشن. چرا؟ به خاطر اینکه اینا اهل امر معروف نبودن، اینا براشون مهم نبود تو جامعهشون چه بلایی داره سر مردم میاد، به فکر محراب و سجاده خودشون بودن. اینا نگاه های انحرافیه. برای همین با پیروزی انقلاب اسلامی بعضی ها دور میگرفتن، هنوز هم دارن تو لایه های دور میگیرن که انقلاب اسلامی مانع ظهوره. چرا؟ چون انقلاب اسلامی مانع شد از این که بشر غرق در فساد و تباهی بشه. ایشالله آقا میاد. اگر بشر آماده پذیرش ولایت امام زمان ارواحنا له الفدا نباشه، همون کاری رو با امام زمان میکنه که مردم با علی ابن ابی طالب کردن. همون مردمی که خودشون ریختن در خانه علی ابن ابی طالب که تو باید خلیفه مسلمین بشی، چون ظرفیت‌های پذیرش و اون معرفت کافی رو نسبت به ولایت امیرالمومنین نداشتن، عدالت امیرالمومنین شد قاتل جان امیرالمومنین. جرم علی ابن ابی طالب عدالت علی ابن ابی طالب بود. همین بلا هم سر امام زمان میارن. لذا قاطبه بشر باید برسن به این سطح از فهم که آقا امام زمان باید ظهور بفرماین. لذا پس آقا این روایت مل از ظلمن و جورا رو شما چی معنا میکنید؟ ما که عددی نیستیم معنا کنیم، ولی این مل از ظلمن و جورا به این معنا نیست که حتی اگر قرار است در زمان ظهور حضرت بستر فساد زیاد باشد، ما باید دست رو دست بذاریم بی تفاوت باشیم. بستر فساد با فاسد معنای دیگری است، بستر ظلم با ظالم معنای دیگری است، که حالا این خودش یه بحث مفصلیه. حالا حرفم چیه امروز؟ برادرای بزرگوار، خواهرای بزرگوار، این ابراز ارادت مردم و شما به امام زمان ارواحنا له الفدا در عالم نظیر نداره.
ما اگر میخوایم به ظهور برسیم، به همین شوق و شعف، به همین مجاهدت، به همین از خودگذشتگی، این به شکلهای مختلف هر کی به اندازه خودش داره برای امام زمانش عرض ادب میکنه، تو مسائل نسبت به مسئله انتظار هم باید این مجاهدت باشه. جامعه ما هر چقدر نسبت به مسئله ظهور آگاه تر بشود، سرعت جامعه برای رسیدن به ظهور بیشتر میشه. از اون ور هر چقدر این عمقی که باید اتفاق بیفته اتفاق نیفته، به سمت ظهور حرکت میکنیم ولی با یه کندی. مثلا الان نگاه بعضی از ماها به عصر غیبت چه نگاهیه؟ ما تو خلوت خودمون میشینیم میگیم خوش به حال اونایی که در کنار امیرالمومنین در صفین بودن، خوش به حال اونایی که در کنار امام حسن علیه السلام صادقانه ایستادن، خوش به حال اونایی که در کنار ابی عبدالله بودن، خوش به حال اونایی که در اون دوران خفقان یاری کردن امام سجاد علیه السلام رو، خوش به حال شاگردان امام صادق. هم میگیم خوش به حال گذشته ها، خوش به حال اونا. حالا سوال میشه اون گذشته ای که ما داریم راجبش حرف میزنیم نسبت به ما چه نگاهی داشتن؟ این خیلی مهمه. ما نگاهمون اینه که این کاش ما اون موقع بودیم، این کاش ما در کنار پیغمبر در بدر و احد بودیم. حالا سؤاله، پیغمبر چه نگاهی به ما داره؟ میگه نشسته بودن کنار پیغمبر، داشتیم وعده غذایی بود، داشتیم غذا میخوردیم. میگه عرض کردم یا رسول الله هل احد خیر مننا، بهتر از ما سراغ داری؟ یا رسول الله بهتر از ما سراغ داری؟ اسلم نامک، ما به تو ایمان آوردیم. کی؟ اون زمانی که ایمان آوردن به پیغمبر مساوی با این بود که آقا جانش احتمال داره از دست بده. اون دوران جاهد نامک، در غزوات مختلف در کنار تو جنگیدیم. حالا به قول شما یا رسول، الان هم سر سفره این محضر شما نشستیم، سر یه سفره داریم با خاتم الانبیا داریم غذا میخوریم، بهتر از ما سراغ داریم؟ شاید تصور این بنده خدا این بود که پیغمبر فرمود نخیر دیگه، کی بهتر از شما؟ پیغمبر فرمود قال بلا، بله بهتر از شما سراغ دارم. چی؟ اون کسانی که من رو ندیده به من ایمان میارن، اونا بهتر از شما. در یه روایتی دیگه پیغمبر میفرماید شما اصحاب منید، اونا برادران منن. ما میگیم خوش به حال اونا، اونایی که خوش به حالشون بوده کنار پیغمبر بودن، پیغمبر میفرماد اونهایی که میان من رو ندیده به من ایمان میارن بهتر از شما. امام سجاد به ابو خالد کابوری فرمود ابو خالد کابوری، امت عصر غیبتی که القائلون به امامته المنتظرون لظهوره، قبول دارن امام دوازدهمی هست، قبول دارن این نور دوازدهم ظهور میکنن. میدونی ابو خالد اینا کیان؟ کیان یا ابن رسول الله؟ اینها از مردم تمام زمانها بالاترن. کیا؟ شما. چرا؟ فرمود اونها به امام غائب در حکم مشاهده نگاه میکنن. درسته امامشون غائبه ولی یه جور زندگی میکنن که انگار امامشون حاضره. شیعیان حقیقی ما اونان، اونا هستن که با جان و مالشون دین خدا رو تبلیغ میکنن. این نگاه اهل بیت به امت عصر غیبته. حالا ما خودمون به خودمون چجور نگاه میکنیم؟ همین سوال. حالا برگردیم به آینده، بریم به آینده. همه دور امام زمان نشستن، یه کسی این سوال رو از امام زمان میپرسه یا ابن رسول الله بهتر از ما سراغ داری؟ یقین بدانید جوابی که امام زمان میداد همون جواب رسول الله، چون یه منطق داره. اون پدر شهیدی که
در عصر غیبتی که به حسب ظاهر پیغمبر ندیده، امام زمان به خود ندیده، قرآن میگیره اون مادر شهید، بچهش از زیر قرآن رد میکنه، فدای این امام زمان میکنه، این پدر شهید و مادر شهید بالاتر است از اون پدر و مادری که امام زمان میبینن و بچهشون رو فدا میکنه. این منطق این مسئله است. لذا امت عصر غیبت اگر این نگاه رو باور کنن و فهم عمیق راجبش داشته باشن، کدوم ابرقدرتی در دنیا میتونه این امت رو ناامید کنه؟ کی میتونه این کارو بکنه؟ شما به من بگید کی میتونه؟ چرا آقا میفرماید اساسی ترین حربه دشمن برای مردم ما ایجاد ناامیدیه؟ چجوری میشه در مقابل این حربه دشمن ایستاد؟ اگر مسئله ظهور در جامعه درست فهم بشه، دیگه نمیشه این مردم رو ناامید کرد. دیگه نمیشه این مردم رو ناامید کرد. خدا به حق محمد و آل محمد قسم میدهیم به ما توفیق کسب معرفت نسبت به امام زمان و نسبت به مفاهیم مسئله ظهور عنایت کنه انشاءالله. خدایا به حق امام زمان تو را قسم می دهیم مقام معظم رهبری از تمام بلیات مسنون و محفوظ بدار. آمینگوی بلند دلال نمیران. به محمد و آل محمد تو را قسم می دهیم دست هایی که امروز در این مسجد مقدس جمکران، دست هایی که در گوشه و کنار عالم به عشق امام زمان به آسمان بلنده، حوائجشون رو به حق امام زمان برآورده به خیر بفرما. خدایا به حق امام زمان، دشمنان امام زمان، دشمنان واقعی امام زمان، اسرائیل و آمریکا و منافقین خار و ذلیل و ریشه‌کنشون بفرما. خدایا به حق امام زمان تو را قسم می‌دهیم در این پیچ تاریخی مردم ما رو سربلند و سرفراز قرار بده.